سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بینندگان عزیز به برنامه پرتو نور امروز قسمت دوم از بحث گذشته رو که تحت عنوان غذه قربانی قدرت و غرور نژادی بود خدمتتون ارزه میکنیم نکاتی در پیرامون مسئله جنگ اخیری که بین اسرائیل و مردم غزه حماس انجام شده بود در ماه جولای 2014 یه مقدار صحبت کردیم که هنوز هم ادامه داره و این بار رو اختصاص دادیم به ببینیم عکس مردم خود اسرائیل و اونهایی که وابسته به اسرائیل هستند اونها چه گفتن در این مورد و شاید علاوه بر نکات دیگر این رو مهم در این قسمت برنامه بتونیم خدمتتون عرضه بکنیم و کلا میخوام ببینیم که آیا همه مردم اسرائیل یه دست فکر میکنن در آنچه که به اصطلاح دولتشون دولت آقای نتانیاهو داره انجام میده یا نه متفاوت هستند تقسیم شدن آیا هستن، یا اکثریت هستند یا اقلیت هستند که طرفدار این نوع حمله ها به مردم غزه هستند خیلی متشکر آقای بازرگان که در ادامه این بحث به ما کمک میکنید و اگر احتیاج هست پیشینه ای رو بفرمایید از جلسه گذشته خواهش میکنم بفهم. بله به نام خداوند جان آخرت با عرض سلام خدمت بینندگان عرض کنم که خب جلسه گذشته بحث اجمالی درباره اون اتفاقی که افتاده در غزه که مدتی صدامه داره و این کشتار سنگینی که شده از عباد مختلف رو پیشینه تاریخیش عرضه کردیم و دیدگاه هایی که خب مخالف با این ماجرا بودن و تحلیل تاریخیش به نظر رسید که شاید بر اساس اظهار نظرهایی که بینندگان کردند از دیدگاه خود مردم اسرائیل هم مطلع بشیم که خود اونا به این قضیه که از زاویه دید اکثر مردم حال منصف و بی نظر دنیا محکوم هست چنین جنایتی و چنین برخورد خشنی خود مردم اسرائیل چگونه فکر میکنن؟ حال نمیشه یه ملت رو یکسان تلقی کرد کمان که نمیشه گفت که ایرانی راجع به این مسئله فلسطین چگونه فکر میکنن یا راجع به مسئله حکومتشون چگونه فکر میکنن حال از اونجا که انسان اختیار داره بر حسب سوابق خانوادگی و تحصیلاتش و خط مشی سیاسیش دیدگاه متفاوتی داره راجع به هیچ ملتی نمیشه گفت به صورت مثبت یا منفی که اینا محکومن یا بر محبوب هستن مردم اسرائیل هم مثل مردم ایران مثل مردم کشورهای دیگه یه تیفن نظریات خب مختلفی دارن توده های مردم اسرائیل بر اثر بر حسب نظرخواهی که اخیرا کردن مثل توده های همه ملت ها تا به تبلیغاتن تا به دیدگاه های حاکمان خودشون هستن میگه الناسو دین ملوکه مردم به دین صاحبانشون هستن اونایی که رسانه های جمعی را در اختیار دارن و بر اونها دارن حکومت میکنن در حال مثل اکثر مردم دنیا که دنبال آب و نون و زندگیشون رو میخوان بکنن و منافع آنی خودشون منافع زود و زود گذر خودشون میبینن جو دیگه تابع تبلیغات روزن مردم عادی اسرائیل هم طبق نظرهای اخیر 86 درصد موافق بودن با اونچه که دولت راستگراشون انجام داده و موافقن بر ادامه بمباران غزه اگر اکثریت مردم رو بخواین تو هر کشوری هم جنگ باشه معمولا توده های مردم همین نظر رو دارن و موافق حاکمانشون هستن اظهار نظرهایی هم که بعضیاشون میکنن خیلی عجیبه نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت اینا حیوانن خب وقتی که از دید یک مقام عالی رتبه‌ای دشمن حیوان تلقی بشه خب طبیعتا کسی که حیوان باشه دیگه فاقد اون ارزش ها و اون حقوق انسانی میشه یعنی وقتی که آدم به کسی رو حیوان تلقی کرد خب دیگه مثل این سوسکه مثل مورچه هست، مثل پشه است مثل ماره مثل موشه یعنی اول آدم سلب انسانیت سلب حقوق اولی از یه کسی میکنه بعد دیگه به خودش اجازه میده که هر کاری بکنه دیگه همین دیدگاه و نازی ها راجب یهودی ها داشتن در اون موقع اصلا آدم تعجب میکنه چطور میتونه یه حکومتی دیگران رو در کوره گاز بسوزونه اینا رو آتیش بزنه مگه میشه آخه هر کسی باشه ولی راحته وقتی که آدم اول میگه این انسان نیست اینا نژادشون فرق میکنه اینا باعث بدبختی ما شدن پس دیگه همه کار میشه کردیه یا یکی از نمایندگان مجلس اسرائیل گفت که اشکال نداره این زناشون هم کشته بشن این بچه ها کشته این زنان که اینا رو میزان این بچه ها هستن که بزرگ بشن سنگ دست میگیرن سنگ براکنی میکنن بزرگ بشن همین جنگنده ها میشن یعنی اظهار خوشحالی و فیلم هم دیدیم که وقتی تلویزیون نشون میده تو تلاویب این بمباران ها رو کف میزنن با خوشحالی نگاه میکنن خب مثل همه جای دنیا به هر تو دای مردم موافق اون چیزی هستن که به غرور ملیشون مثلا افسوده میشه پیروزی تلقی میشه و تبلیغاتی هم شده فکر میکنن اینا مثل پشه باید اینا رو رو کشت و دور ریخ دیگه. اینا موی دماغ اینا مزاحم اینا از شرشون باید راحت بشیم از این اظهار نظرات تا بخواین فرابون است یکی دیگه از نمایندگان گفته بود که اینا که کار انتحاری میکنن هر که این کاری کرد باید به خواهرش تجاوز بشه به مادرش تا دیگه کسی به خودش اجازه نده اون که دنیا رفته ولی بدون یه همچی بلایی به ناموسش میاد اساس از این کار بداره میگه میدونم این کار بد زشته ولی چاره ای برای جلوگیری از اون کار نیست خب این یه دیدگاهه که ما تو مملکت خودمون هم از این دیدگاه فراوان مناشو داریم تو هر کشوری هم هست ولی در عین حال در همون اسرائیل هم میبینیم که مردمانی هستن که بر حال به حقوق بشر به آزادی به شخصیت دیگران احترام میذارن همین اخیرا در تلاویب 700 نفر تظاهراتی داشتن به نفع فلسطین یعنی در اعتراض به عملکرد دولتشون البته خیلی هم مورد تمسخر و آزار و توده های مردم قرار گرفتن خود این نکته خیلی مهمه در هنگام جنگ در بهبوهه جنگ 700 نفر در تلابیف تظاهرات میکنن خود این خیلی چیزا رو نشون میده آیا تو مملکت خود ما چنین اجازه ای بود موقع جنگ با عراق که یه دی ای تظاهرات را بندازن یا به عنوان خائن در هنگام جنگ دیربارون میشدن تو همین جریانات سال 88 گفتن روز آشورا نه این هر که بیان مسئولیت جانش با خودشه حالا برای چی آمده این یه دی چرا رأی ما خونده نشده چرا تقلب شده خب چقدر گرفتن چقدر کشته شدن لاقل در اسرائیل در این حد آزادی بوده که یه 700 نفری بیان تظاهرات بکنن و البته با مثلا گروه های اونا فشار و اینها دارن ولی و خود همین نشریه هارس بسیار مقالات انتقادامیز علیه عمل کرده دولت خودشون بر حال در اسرائیل آزادی وجود داره مطبوعات آزادن بر حال هر چه قدم بگیم حالا مخالفت با نمیدونم اعراب یا مسلمان ها غیره بالاخره یه نظام دموکراتیکه الان یه اقلیتی به قدرت رسیده یه گروهی که خوب دارن این شدت عمل رو به خرج میدن آقای لیبرمن و بنت نمیدونم گروه های راستی که هستن دیگه نتانیاهو و بر حال اون جناهای ارتدکس مذهبی که میخواد سر به تن فلسطینیا نباشه ولی به حال گروه ها جریانات احزابی هم در درون اسرائیل هستن که مخالف این جریانات هستن ولی خب رأی ندارن اکثریت ندارن قدرت فعلا دست گروه های دیگه هست ولی اعتراضات خودشون رو میتونن بنویسن میتونن بگن و به اطلاع دیگر برسونن اطلاع دیگران شاید طرفدارای <applause> حقوق فلسطینی ها در اسرائیل کم نباشه خیلی هستن که دارن دفاع میکنن از اونا بان. اینی که برحال اگه بخوام <applause> مثال بزنیم خیلی ها دیگه هستن در طورت با این مسئله ای که گفتید نویسندگان فکر میکنم این می قول درست باشه که تعدادی از نویسندگان در اسرائیل اسرائیل نویسندگان اسرائیلی اعتراضات در این مورد کردن در این مورد این خشونت و این نورد ناوراور نسبت به دولتشون کردن شاید بعد نباشه اگر خیلی مشخصی به نظرتون هست مطرحش بکنید بله خب خیلی ها در این هفته ها در این روزها آدم نظریات اونا رو هم تو تلویزیون صحبت های میکنن آدم میشنوه اینترنت خیلی رد و بدل میشه یعنی در عین حالی که یه دی خیلی سفت و سخت میخوان سر به تن فلسطینیا نباشه یه دم دفاع میکنن از اینا شاید یکی از معروفترینشون یوری اونری هست که یکی از پیس اکتیویست های اسرائیل از وطن های خیلی معروفه که تو جنگ 1967 هم خودش حضور داشته جزو گروه های به صلاح چریکی به مسلح چیز فلس... اسرائیلی بوده علیه اعراب یعنی یک وطن پرست اسرائیلی هستش خب در حقوق بشرم خیلی فعال تو دنیا هم شناخته شده تا حالا جوایز متعدد حقوق بشر گرفته یوری <متحد> افنری، ایشون به شدت محکوم کرده این حمله رو حتی جالبه که یه مثال از تورات میاره میگه که ما در اسطوره های دینی خودمون داستان داوود و جالوت رو داریم داوود پیامبر که بعد بزرگترین قدرت رو پایگذاری کرد و بعد از اون فرزندش سلیمان میگه که جالوت قول زمان بود یعنی نماد مجهزترین ارتش از نظر زره و سپر و شمشیر و نیزه و اون نماد به صلاح ماشین جنگی زمانه میگه در برابرش داوود یه چوپان ساده ای بود با اسلحه من درآوردیش یه فلاخن توی تناب یا چیزی سنگی مثلا میذاشته و میچرخونده چون چوپان بوده برای اینکه گوسفندا رو از راه دور مثلا چیز کنه یا سنگ میذارن میچرخونن شتاب میگیره و از دور میتونه سنگو بندازه در این کار مهارت پیدا کرده بوده و داوود با همین به اصطلاح اسلحه من درآوردیش از فاصله زیاد جالوتو که فرمانده دشمن بوده نشون میگیره و میخوره به سر او میمیره و پیروز میشن یهودی ها میگه ما این مثلا استوره رو در توراتمون داریم که همیشه میتونه یک چوپان ساده بر نیرومندترین ارتش قلبه بکنه و الان ما اسرائیل در موضع جالوتیم و اینها در موضع داوودند و خیلی قشنگ مقایسه کرده بعد مثال میزنه میگه ما در جنگ گذشته فرمانده عملیات حماس احمد جبرئیل رو ترور کردیم این دستیارش محمد دعیف که چندین بار خواستیم به شدت هم زخمی هم شده ولی این به مراتب کارکشته تر از او و طراح تر از او تونسته این تونل های زیرزمینی رو فرماندهی بکنه و این راکدار رو پیش ببره میگه ما عباس موسوی اون مسئول حزب الله بود جناح حزب اونو ترور کردیم به جاش سید حسن نصر الله اومد که به مراتب از او قوی تر بود میگه ما اینو تجربه کردیم هر کدوم اینا رو ترور کردیم قوی تر شدن اینا الانم میگه که ما برنده نیستیم میگه اگه ارتش هم باردت بشه باطلاقیست اونجا اون میگه هیچ راه حلی نداره این جنگ بنبسته این جنگ فقط کشتاره ما نمیتونیم که اونا رو نابود بکنیم واقعیتش هم ببینیم اونا نزدیک دو میلیونن الان دو هزار تا دو هزار کشته شدن یک در هزاره یه ملت ها که نمیشه همه رو از بین برد بنابراین این فقط مسممتر میکنه تاریخ نشون داده که نمیشه ملت ها رو کشت که دست از سر رهبرانشون بردارن مسممتر خواهند شد برای رهبرانشون خب این یکی فرض کنید خیلی مفصله اگر کسانی گوگل بکنن یوری ابنری ببینید نوشته این رو و نوشته های سابقش هم اصولا یکی از طرفداران فلسطین اول کسی است که با عرفات از مصر فرار کرد در این هنگام جنگ رفت با عرفات برای اینکه یه توافقی بشه با اون ملاقات کرد به شدت بطن پرسته اسرائیلیه ولی یه دیدگاه های بشر دوستانه داره اینی که نمیشه گفت که همه ای اونا که اون طرف هم بدن همه اینا که این طرف هم خوبن هر ملتی در واقع یه تیفه یا تا یه چیز دیگه دیدم از یه خانوم اینم استاد این خانوم شولامیت آلونی این در واقع متولد تلاویو تو جنگ های استقلال طلبانه شرکت کرده جزو اون گروه هاگانا بوده گروه به مسلح افراطی اسرائیل بوده وزیر آموزش پرورش بوده در اسرائیل حقوق تحصیل کرده یکی از کسانی است که برای حقوق فلسطینیا داره تلاش میکنه یعنی با هم چی 86 سال است این توی مجله هارتس در واقع این چیز هست من فقط یه تیکش رو میخونم میگه 42 سال است در سرزمینی که به ما تعلق ندارد اشغالگر و سرکوب کننده شده ایم آیا واقعا بایستی قذاقهای چپاولگری شویم که مزارع و باقستانها را نابود کنیم زنان و کودکان و ها را زجر دهیم بعد اشاره به ترانه ای میکنه که تو اسرائیل خونده میشه میگه در ترانه ای چنین سروده شده است ما مالک این سرزمین هستیم این سرزمین از آن ماست میگه اما این ترانه میبایست چنین سروده شود ما صاحب قدرت هستیم قدرت از آن ماست ما پول داریم پول از آن ماست ما مجازیم هر کاری بکنیم یعنی قومی را از گرسنگی از پا درآوریم زندانی کنیم با بمباران هوایی با پرتاب بمب‌های خوشه‌ای و فسفر سفید نابودشان کنیم چون ما صاحب و حاکم این سرزمین هستیم نمیگه اینا خوبه میگه ما الان اینطوری شدیم خداوند ما را برگزیده است سلطه دین و مذهب بر برگزیده است و این زمین مال ماست ما میگه آخرش میگه سلطه دین و مذهب بر اسرائیل شرماور است این خودش از شخصیت‌های برجسته اسرائیل مفصل این نامش هم شولامیت آلونی بخونید که حالا وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم که چقدر داره دفاع از حقوق انسانی اینها میکنه و انتقاد شدید به دولت اسایی که چرا داریم این کار میکنیم و امثال اینها زیاد هستند ولی خب معمولا اینا خیلی نمیاد توی سایت ها و تلویزیون هایی که در اختیار اون گروه هایی که مسلط هستن معمولا انعکاس به گونه دیگه پیدا میکنه در حال همه انسان های شریف و بر حال طرفدار حقوق انسان هم وجود داره در اون سرزمین قطعا در تو با این شما اشاره کردید که همه رو با یک چوب نمیشه زد خب میدونیم قرآن هم همیشه اینطور تجویز نمیکنه که شما مردم یک, یک ملت رو یا یک قوم رو همیشه به یک دید نگاه کنید یا به اصطلاح اگر مذهبیون مس، رو همه رو با یک دید نگاه نکنید یه تیفی وجود داره یعنی الان تو کشور خودمون هم که نگاه میکنیم ما یه طیفی وجود داره کاملا مخالف آنچه هستن که انجام میشه از این طرف هم این طرف طیف هم اونایی هستن که نه کاملا حکومت رو طرفداری میکنن در قرآن اشاره شده شاید حالا شما بتونید بفرمایید که از اهل کتاب هم انتقاد شدید شده هم تشدید خوبی شده ازشون تقلیقا. حتی دربان مسلمانان بله اونها رو میگه که اونها عبادتایی رو که میکنن حتی بهتر از شما هست درسته بله خب این خیلی مهمه که آدم از قضاوت سیاسفیت خارج بشه راجع به دیگران یعنی هر کی با ماست خوبه قبولش داریم در وز حالا تو حزب گروه جمعیت ملت شهر همشهری هر کی هم که با ما نیست بده یعنی اینکه سیاسفید بکنیم مخصوصا قرآن در این مورد خیلی در موارد متعدد آمده این فکر رو رد بکنه که مسلمان چنین دیدی نداشته باشن که متاسفانه الان داریم میگه لیسو سبا من اهل کتاب اهل کتاب عمدتا اون موقع یهودیا بودن دیگه که و مدینه با مسلمان ها ارتباط داشتن البته شامل مسیحی میشه ولی مسیحی ارتباطشون خیلی کم بوده سالای آخر یعنی میشه امروز گفت که یهودیا که یکی نیستن لیسو سواا من اهل کتاب از بین اینا امتون قائمتون ده تا صفت میاره اینا آدم های برپا هستند یک پارچه هستند متحدند با آیات خدا نیمه شب ارتباط دارن اینا امر به معروف و نهی از منکر میکنه یعنی به اصولی که معتقدن پایبندن اینا یسار اون فل در کارهای خیر مسابقه دارن اینا تقوا دارن سلف کنترل دارن اینا اهل اصلاح هستن ده تا صفت میاره میگه فکر نکنید همه اینا که اون طرفن اونا همه باطلن شیطانین توی اونایی هم چه آدمایی هم وجود داره نمیگه همشون اینجورین ولی میگه سیاسفید نمیشه کرد در یه جای دیگه میگه میگه از همین اهل کتاب یعنی یهودیا من من انت هو به قنتارن اگر یه گاف صندوق بهش طلا و نقره بدی امانت بدی بهت برمیگردونه تو اینام آدمی هست که من هم من, من هو به دینارن یه دیناری هم بدی نمیتونی ازش بگیری مادامی که قدرت داشته باشی بتونی ازش پس بگیری چرا میگه برای اینکه اینا میگن که لیس علینا فل امیین من سبیل ما که وظیفه ای در برابر این بی نداریم یعنی حقوق و انسانیت و حقوق بشر و قوانین رو بین خودشون میگن یعنی ما ایم که برتریم اونا که آدم نیستن اینا عربن اینا مسلمانن اینا اینجورین اینجوری یعنی میخواد بگه که یک نواخ قضاوت نکنین اینا همه جور آدم توشون هست قرآن انتقادهای زیادی از پیروان موسی که بعدا منحرف شدن از سخنان خود حضرت موسی داره ولی تو قرآن هست میگه و من قوم موسی امتون یدعون بالحق و بهی عدلون از بین قوم موسی آدم هستند هستن که مردم به حق دعوت میکنند و بهی عدلون عادلانه عمل میکنند خب اینا تو قرآنه تو قرآن مسلمان هست میگه اصلا یه جور نیست همین الان واقعا از بهترین طرفدارای حقوق فلسطین باز در خود اسرائیل یهودی که در سراسر دنیا پراکنده هستند البته خیلی کمن قلیلن اکثریت هم طور که الان 86 درصد آمار اسرائیلیا طرفدار نابودی فلسطینن ولی به حال نمیشه اینا رو گفت که پس هر کسی که اون طرف همشون سرتا یک کرباسن در خود مسلمان هم همین جوره. چند درصد مثلا دنبال حق و حقیقت و به صلاح انصاف درباره دشمن و مخالف هستیم اینی که بشر رو نباید یک نواخ حساب کرد در جایی مختلف قرآن از حتی یه سوره ای سوره بنی اسرائیل که سوره اسراء نامیده میشه خب خطاب به بنی اسرائیل با توجه به پیشینه ای که در واقع انحراف نسبت به تعالیم موسی پیدا کردن و به دنیا پرستی و اختلاف و تفرقه میگه شما با این پیشینه با این سابقه دو بار فساد بزرگی تو دنیا خواهید کرد دو بار گردن کشی بزرگی خواهید کرد اینا مال دوره تاریخی ها از سه هزار سال پیش داره عرض می درست مثل پدر مادری که مثلا بچارشون دختر پسرشون شیطنت میکنن دعوا میکنن میگه شما با این اخلاقیات بزرگ بشین شر به پا میکنید ممکنه بزنین آدم بکشید ممکنه مثلا کلامتری بگیرتتون یعنی یه همچین سوره اسرا اوائلش اینطور اومده میگه یه همچین پیشبینی شد بار اول میگه که شما آنچنان لطف صدون نفل ارز مرتین ولا تعلون نه ون کبیرا یک اولو گردن کشی و خود بزرگ بینی قومی نژادی پیدا خواهید کرد مردمانی علیه شما برانگیخته میشن که حتی تو شهرها شما رو تعقیب خواهند کرد تا عمق خانه ها میگه خب بعد سرتون به سنگ میخوره عبرت میگیرید دو مرتبه شما قدرت پیدا میکنید شما علیه اینا قدرت پیدا میکنید نفراتتون قدرتتون بیشتر میشه از نظر تاریخی وقتی عقب میریم میبینیم عینا این اتفاق افتاده سال یعنی قرن ششم قبل از میلاد مسیح یعنی سال 586 حکومت بابل بابل قدیم بخت و نصر خب میاد اورشلیم رو میگیره آتش میزنه اون معبد سلیمان رو هیکل رو در واقع آتش میزنه از بین میبره یهودی‌ها هم قتل عام میکنه زن و بچه ها رو با یه تعدادی پیر مرد پیر زنها رو اسیر میبره بابل یعنی همه کاری که الان اسرائیل خودش داره با غزه میکنه این سر خودشون آمده اینا اسیر بودن 48 سال در بابل یعنی اصلا نابود میشه در واقع قوم بنی اسرائیل تا کوروش کوروش کبیر حکومت بابل رو شکست میده یهودی ها رو آزاد میکنه اینا رو برمیگردونه به اورشلیم مخارج تعمیر و بازسازی این معبد رو میده مخارج به صلاح تخریب دیگه که تو اونجا شده بوده در دوران حخامنشی اینا قدرت پیدا میکنن سلطه پیدا میکنن تا بار دیگه در سال هفتاد میلادی یعنی تقریبا شیش هفت قرن 6 -7 قرن بعد در زمان یکی از امپراتورای روم شرقی بار دیگه رومی ها اورشلیم رو میگیرن آتیش میزنن وارد مسجد میشن همین مسجد بزرگ از اون به بعد دیگه یهودی آواره میشن در تاریخ یعنی از سال هفتاد میلادی که به کلی دیگه اورشلیم از دست اونا میره در دنیا پراکنده میشن دیگه تا همین مثلا 167 سال پیش یعنی حدود چقدر میشه 18 قرن اینا آواره بودن در دنیا دیگه یعنی دو بار به خاطر عملکردشون مورد عکس عمل همسایگان و دیگران قرار می گیرن قرآن دقیقا این دوتا رو پیش بینی کرده خب حالا با این اتفاقاتی که افتاده خب فعلا پیروزن و موفقن و دنیا هم کف میزنه براشون و حمایت امریکا و اروپا و عرب هم همینطور عرب هم همسایه ولی چنین رفتاری بدون بازتاب نخواهد بود یعنی دنیا بی حساب و کتاب نیست ممکنه حالا ده سال، بیس سال، 50 سال دیگه هیچ اتفاقی نیفته ولی در بلند مدت بشریت افکار عمومی دنیا یا در خودشون در خود آزادگانی که تو اسرائیل هستن انسانهای شریفی که وجود دارن اینا خودش رو نشون میده یعنی ظلم اصولا پایدار نخواهد بود در زمین متشکر آقای بازرگان یه سوالی است که خب این همیشه مطرح بوده که این اختلاف بین اسرائیل و عرب حالا اسرائیل و فلسطین آیا این یه جنبه ملیتی ملی داره یا اینکه این مذهبی هست جنگ عرب و اسرائیل هست یا جنج... جنگ اسلام و یهودیت هست حتی ممکنه پاسخش وقت خیلی زیادی لازم داشته باشه <applause> <تص <تص> بله ببینید uh تو اسرائیل من گمان نمیکنم تا حد البته اطلاعات بنده که خیلی مردم دینی باشن به تورات پایبند باشن به یهودیت یعنی بیشتر برای یهودیا به صلاح تاریخشون ملیتشون هویت تاریخیشون که حدود دقیقا که نمیدونیم شاید مثلا سه هزار سه هزار خورده سال پیش باشه و این سرنوشت خونباری که در طول تاریخ داشتن در پراکندگی هاشون این تبدیل به یه هویت شده اینی که ما فکر کنیم که همه اینا که تو اسرائیلن یا یهودیان الزامن التزام عملی به دین دارن پرکتیس میکنن توراتو رو میخونن مطابع عمل میکنن نه چنین نیست من نمیدونم درصدی من مطلع نیستم ولی گمان نمیکنم کنم حتی ده درصدم باشن کمان که بین مسلمانای خودمون چند درصد در ایران مسلمان های شناسنامه نماز میخونن چند درصد به کتاب دینی به قرآن اصلا میتونن بخونن معنیش رو بفهمن کتاب راهنمای عملشون هست حالا تبدیل شده به یهودی و مسلمان در حالی که واقعیت اصلا این نیست جنگ بین یهودی و مسلمان نیست هیچ کسی که یهودی واقعی باشه تورات رو خونده باشه بشناسه هیچ مسلمانی که قرآن رو بشناسه اصلا دعوا نمیکنه اصلا در قرآن میگه اصلا شما پسر هستین میگه اصلا بین شما و اونا دعوایی نیست لا حجت بیننا و بینکم میگه بریم به یهودی ها بگین که خدای ما و شما یکیه ما ابراهیم رو قبول داریم اسحاق رو قبول داریم یعقوب رو قبول داریم اسبات رو قبول داریم همه انبیا رو قبول داریم میگه ما اصلا با شما حرفی نداریم بیاین با هم یکی بشیم با هم اتحاد بکنیم حول سه محور الله نعبد الا الله جز الله نپرستیم شرکم نورزیم این اربابا و قدرتمندارم رها کنیم ما همه بنده خدا هستیم یعنی در قرآن واقعی این دعواها وجود نداره ولی دنیا رو که عقاید دینی نگرفته عقاید دینی هر بس مثلا مستمسکه دعوای قدرته دعوای منیت هاست رهبران کشور هاست بنابراین نمیشه گفت که این دعوای بین یهودی ها و مسلمان هاست نه، من نمیکنم که آقای نتانیاهو اصلا اعتقادی به این های تاریخی داشته باشه که این سرزمینو خدا به ما داده. اینا سکولار هستن، اصن چیز دینی ندارن. البته گروه‌های ortodox بسیار تند و تیز یهودی وجود دارن تو اونجا. کما اینکه تو مملکت خود ما ما تو تو ها داعش هم داریم، الهایده هم داریم. آدمای بسیار اراموتریقی طرفدار حقوق بشر و طرفدار حقوق مخالفین هم داریم. بنابراین نمیشه خط کشید که این دعوای یهودیت و اسلام یا فلسطین و در واقع بیشتر دعوای سیاسی سر خاکه سر سرزمینه و یه مقداری هم پشت سر اینام هم قدرت های بین المللی سر نفت سر گاز سر تقسیم قدرت های بین المللیه یعنی دنیا رو فعلا ندارن بعد هم از خب موضوعات دینی دارن استفاده میکنن و برای توجیه مطامع دنیایی خودشون خیلی حالا برگردیم به همین جنگ اخیر آقای بازرگان این مقامات اسرائیلی اشاره کردن که ما جاهایی رو که میخوایم بمباران کنیم از قبل اطلاع میدیم به <تصفح> <تصفح> ساکنانشون بله. که حالا من نمیدونم از چه طریقی طرقی <تصفح> که داره اولا اونو ممکنه اینترنت اکسس و اینا به اصطلاح راهیابی به اینترنت اینا اون موقع دیگه وجود نداره همه چی از طریق به اصطلاح کنترل شده اسرائیل از تلفن و تکست و اینا همینجور بله تنها راهش اینه که شما روزنامه چیه اعلامیه بفرستید از طریق هواپیما پایین به مردم اطلاع بدید یعنی تنها راه عملی به نظر اون میاد بله من نمیدونم این که من هم دیدم از کاریکاتورایی که تو کشور اروپایی هم چاپ کردن که مثلا یه از اسرائیل داره که تلفن میکنه که پنج دقیقه بعد میخوایم بمب رو سر شما بریزیم ترک کنید اون داره اون طرف میگه کجا بریم <applause> وقتی که یه جایی محاصره زمینی و دریایی و هوایی جا ندارن یه جایی تنگ یه باریکی که یه میلیون و هزار نفر هستن پای تلفن زنه با بچه هاش ما کجا بریم با وحشت میگه کجا بریم یعنی چی که خبر میدن چه خبر میدن میگه تلفن میکنیم تکس براشون میفرسیم <applause> مثلا میخوام خب اگه کسی انقدر انسانه که میخواد خبر بده اونجا نباشه چرا بمباران میکنه چرا مدارس رو میزنه مدارسی که حتی در اختیار سازمان ملله حقوق بشر اونجا ساختن چرا بیمارستان ها چرا حتی کلیسای های مسیحی ها یعنی اگر واقعا انقدر انسانیت حاکم باشه که نمیخوان کسی کشته بشه خبر میدن الان 83 درصد کشته ها بچه ها هستن و زنها و مردای غیر نظامی خب اگر واقعا همچه حرف درسته برای تبلیغات نیست خب نکشن خبر دادن من نمیدونم ما اونجا نبودم ببینم به کسی خبر دادن که ای تخلیه کنی تخلیه کن کجا برن اینا که شلتر ندارن پناهگاه ندارن البته منت گذاشتن سرشون که شما این سیمانایی که آمدین بردین و سمیانا که خریدین چرا نلا رفتین مثلا پناهگاه بسازین رفتین تونل ساختین خب اینا در واقع عذر بدتر از گناهه که یعنی چی که اینا به سرها حفظ جانشون از طریق مثلا تونل‌های زیرزمینی که حالا بتونن برن از جای دیگه از جنوب مثلا از مصر چیزی دارو و اینا بیارن براشون اون مهم‌تره تناقا ساختن که به این سادگی نیسته که سراغ تجهیزات ساختمانی و خیلی کارهای پیچیده تره اون روزی که در تو این مسئله اون روزی که این مؤسسه م... آموزشی سازمان ملل رو زدن از قول یکی از افراد کارمند اونجا گفته بود که ما جی پی اس لوکیشن این محل رو به نیروهای نظامی اسرائیل داده بودیم بله. که اینجا رو نزنیم و خب اومدن زدن حالا بله. متوجه اینا همه یه مقدار در اینکه در چه جهتی فکر میکنن اینها یه سری پاسخ میده به جواب بله تبلیغات مهم است عمل رو باید ببینه دیگه بله. خب میشه تو جنگ ها از این تبلیغات بله. هستش برای یه. گروه دیگه ای آقای بازرگان <تصفح> از تحلیلگران قبول دارن که به اصطلاح اسرائیل خیلی تندروی کرده در این جنگ از اون طرف میگن بله گروه هماس یه گروه تروریستیه و اینها حدود دو هزار تا راکت به سمت شهرهای اسرائیلی فرستادن بله و درسته که فضای اسرائیل آماده هست که اینها رو خونسا بکنه ولی این دلیل به اصطلاح دلیلی بر این نمیشه که اینها ادامه بدن این مسئله اخلاقی از طرف این مسئله غیر اخلاقی طرف حماس قابل به اصطلاح قبول نیست بله ارز بسط یه دوار نمیشه نرخ تعیین کرد که چرا اینا این کار میکنن ما اگه بمباران میکنیم اینا هم راکت زدن خب این ذره باید بریم عقبتر چرا راکت میزنن خب یه مردمی هستن که تو زندانن عملن یه طرف که مدیترانه است بنادرشون از بین بردن و اجازه حرکت تو دریا ندارن یه طرفش هم اسرائیل حق برود ندارن یه آریکه پایین رفح هست راه مصر اونجا هم بستن اینا نفس کش ندارن امکان اینجا رفتن ندارن و وقتی هم که سرشون بم میریزن اینا که نه راه دریا نه هوا نه زمین کاری نمیتونن بکنن اینا رفتن زیر زمین نمیدونم حالا با چه تکنیکی چیزای زیرزمینی را انداختن شبکه های, های زیرزمینی هم راکتاشون اونجا قایم کردن یه نوع دفاع دیگه البته فرق نمیکنه جنگ از ناحیه هر کسی محکومه ولی همینطور که خود اسرائیل در طول تاریخ حتی سازمان های تروریستی همه که خوب میدونن پنهان هم نیست اینها رو تاسیس کردن دنبال کردن الان هم دارن عمل میکنن به عنوان دفاع از خودمون این که گفته میشه اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه بسیار خوب بله همه حق دارن خودشون دفاع کنن ولی دفاع سه تا اون بچه کشته شدن شما هم که اونا رو گرفتین کشتین آتیششون زدین دیگه تمام شد دیگه دفاع که نمیشه یه کسی یه سنگ بزنه توی خونه بگن آه از این آپارتمان از این برج یه سنگ کسی پرتاب کرد این برج رو ده طبقه بیست طبقه با تمام ساکنینش باید به خاک یکی کرد بحث اینه که اینه که منطقی جلوه نمیکنه سه تا کشتن شما هم سه تا رو رفتین کشتین تمام شد دیگه چرا یه ملتی رو به جرم اینی که سه تا جوون حالا یه چیز اسرائیل رو گرفتن از این چیزها خب پیش میاد تو محلات مختلف تو نزدیک هبرون بوده که این اتفاق افتاده تو عالم جوون ها به خصوص یه ملتی که اینا انقدر از هم کشتن این دعواها ها هم میشه هست اینو بهانه کردن برای یه کشتار جمعی در واقع مجازات یه ملت به خاطر اینکه سه تا جوان انجام دادن اینه که غیر منطقیه خب اونا چیکار بکنن اونا درست نیست که راکت پرتاب بکنن ولی خب برای اینکه این کارو نکنن نمیشه بهشون گفت که شما هیچ کارو نکنید که ما رو سرتون بمب بریزیم حرف هم نزنید نطق نکشید خب بهترین راه اینه که انتخاباتی که در اونجا شده مردم رأی که دادن یه حکومت خود مختار کاری به کارشون نداشته باشیم دست از معاصرشون برداریم بذاریم اینا که حالا یه گوشه کوچیکی از این سرزمین پهناور فلسطین که 99 درصدش مال اینا بوده حالا 6 درصدش غزه شده تو اون 6 درصد اینا مازاد باشن مثل بقیه کشور دنیا چرا به رسمیت نمیشناسین چرا اینا حق ندارن پاسپورت داشته باشن رفت و آمد بکنن هیچی ندارن از اولیه ترین حقوقی که مردم دیگه دنیا برخوردارن محرومن اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم میگیم خب اینام دارن از خودشون دفاع میکنن تو اون برنامه عرض کردم شما گربرم بخوان بهش اذیتش بکنید پنجه میکشه روی آدم هر حیوانی رو موش هم بخواد دادم بگیرتش اذیتش کنه اونم راخر گاز میگیره چنگ میزنه دیگه اینا در حد مینیمم تازه چیزی ندارن با تیرکمون در واقع اینا با سنگ و تیرکمون دارن با کسانی که پیشرفته ترین سلاحهای دنیا رو دارن دارن از خوبیت خودشون دفاع میکنن خیلی متشکر آقای بازرگان <تصفح> حماس به عنوان نماینده به اصطلاح فلسطین در غزه اینها یه مقدار مقاومت نشون دادن به آتش بس در بعضی موارد شاید ناشی از این باشه که شرایطی رو دارن مطرح می کنند که ممکنه مورد قبول طرف مقابل نباشه <applause> میخوام ببینیم این شرایط که هماس در ذهنش هست چی هست احتمالا ما در طول این دو برنامه شما به صورت غیر مستقیم نکات رو اشاره بهش کردید حتما تو این شرایط وجود داره اون نکات بله چون اون دفعه مطرح شده من یادداشت کردم اتفاقا در این شرایطی است که اتفاقا توی روزنامه هارتس تلاوی منتشر شده این آقای گیدون روزنامه نگار خیلی مترقی اسرائیلی نوشته و حمایت کرده میگه خواستای اینا که بیش از این نیست ده تا بنده میگه آتش بس ده این چیزی که حماس خواسته که بین ما ده سال آتش بس باشه و این فضای ما مازاد باشه اسرائیل بالا سر ماه نچرخید یعنی ممنوعیت اسرائیل در پرواز این اولیشه دوم خروج نیروهای اسرائیلی از غزه تا کشاورزان بتونن که به زمیناشون برن و کشت و کار را بیفته سومی پایان دادن به هر گونه عملیات نظامی یا خب چیز عادی نیستش خب ببرین تانک و توپاتون رو ببرین چهارمی آزادی فلسطین هایی که در تبادل خلاصش اینه میدونید قبل از این جنگ یه سرباز اسرائیلی قبلا اسیر بود و تعدادی زندانی در فلسطینیا در زندان اسرائیل داشتن اینا با هم مبادله شدن شما اون اسیر رو آزاد کنین ما, ما نمیدونم تعدادش یادم نیست این جنگ که پیش اومد دو مرتبه همونا که اسرائیل آزاد کرده بود دو مرتبه رفت گرفت یکی از خواسته ها اینه که بابا اینا رو که آزاد کرده بودین چرا دو مرتبه گرفتین این مبادله که انجام شده اونم که کار جدیدی نکردن بعدیش از پایان محاصره اقتصادی و باز کردن مرزهای غزه الان غزه زندانه بسته است میگه این زندان رو آزاد بکنیم ما تو دریا بتونیم بریم قایقرانی کنیم ماهی بگیریم زندگیمون به چرخه بتونیم پرواز بکنیم فرودگاهی که بمباران کردیم درستش بکنیم ما با بقیه دنیا ارتباط داشته باشیم شیشم کنترل بندر و فرودگاه بین‌المللی توسط سازمان ملل میگه ما میخوایم این بنادرمون که از بین رفته بندره رو بسازیم ارتباط دریایی داشته باشیم کشتی‌ها بیان فرودگاهمون پرواز کنه زیر نظر سازمان ملل که ما اینجا اسلحه و مهماتی به اینجا وارد نشه همه چیزا رو ما خراب میکنیم این تونلا رو ولی اجازه بدین ما هم با دنیا ارتباط داشته باشیم گسترش ماهیگیری یعنی قبلا ماهی میرفتن تو دریا تا ده مال بیس مال ماهیگیری میکرد خب همه اینا دست رفته میگه ما میخوام زندگی کنیم بذاریم ما بریم ماهیگیری بکنیم برای مردممون بعدیش هست که این مرزی که با مصر اجازه بدین اون مرزم برداشته بشه ما با مصر هم رفت آمد بکنیم اجازه سفر زیارتی به بیت المقدس داشته باشیم ما از اینجا بتونیم بریم به بیت المقدس اون مکان مقدس مال یهودی مال مسیحی مال ما مسلمان هم هست نهمی اجازه تشکیل دولت واحد فلسطینی و عدم دخالت سیاسی در آن بذارید ما دولتی که با, انتخ... با رأی مردم انتخاب شده داشته باشیم چرا شما نمیپسندین به رسمیت نمیشناسین و آخریش هم باز کردن منطقه صنعتی غزه خب اینا همش چیزای ابتدایی کوچکترین کشور دنیا هم برخوردار از این حقوقا که اگه ما یه کشوری هستیم بذاریم اون حقوق داشته خواسته های حماس این نیست که تو روزنامه اسرائیل را چاپ شده این عین مطلبی است که تو هارس شاب شده خب هیچ کدوم اینا نمیگه محو نابودی اسرائیل هیچ کدوم نگفته که ما میخوایم مثلا قرامت جنگی به ما بدین همش اینی که بذاریم ما زنده باشیم دست از سر ما بردارین دست از معاصره ما برداریم اینا هر کسی هم میتونه خودش گوگل کنه بره ببینه که خواستا اینا چی بوده این عینا در نشریات اسرائیلی در اومده بر حال خواسته عجیب غریبی نداره نکات بسیار انسانیه بله. یعنی نگاه میکنی مینیمومیه که حتی سازمان ملل رو مطرم نمیگه دست خودمون بله میگه بیا سازمان ملل که یه سازمانیه که شما اون قبولش دارید دقیقا بله آقای بازرگان یه چند دقیقه وقت دارید من میخواستم یه اشاره بکنم به در زمان حضرت رسول بله جنگایی که ایشون میکرد من یادم هست خوندم که برای اینکه اختلافات قبایلی کم بشه اینها با هم ازدواج میکردن یکی از روشهایی که به اصطلاح بود که دوستی رو ایجاد میکرد مثلا یک مرد میرفت یه زنی از قبیله مخالف رو میگرفت بله حالا یک همچین حالتی اگر بخواد اتفاق بیفته عملی هست یا نه ببینید الان این کارهای سیاسی دنیا که وجود داره عملا نمیتونه کمک بکنه ولی میبینیم که مثلا در کنار کمپ هایی درست میشه که فلسطینیا و بچه های اسرائیلی اینا با هم دارن همدیگر رو بیشتر میشناسن ارگانیزیشن های سازمان هایی هستن که در اون جهت دارن فعالیت میکنن که بازده خیلی طولانیتری داره درسته یعنی شاید این رو از یه بود به این صورت باید نگاه کرد مسئله طولانی تر حل بشه مقاسم این شما چطور فکر میکنید؟ بله ببینید اون سنت هایی که ازدواج رو نامی گفتیم مال به صلاح سنت های قبیلهیه در مثلا بین اعراب چارده قرن پیش در اون موقع خب انسان ها با هم مناسباتشون از طریق پیوند های خونی بوده الان خب توی کشورهای مترقی دنیا آدم ها صدها ارتباط دارند. آدم تو دانشگاه با یک کسی دوست شده تو ورزش دوست شده توی هنرها دوست شده هم محلن هم حزبن ولی در گذشته که این حرفا نبوده پیوند های خونی فولاده قوی بوده یعنی به محض اینکه بین دو تا قبیله یه ازدواجی صورت می گرفته. یعنی قب... این قبیله در درون خودش کاملا یک سلام مثل یک مرزی است که هیچ کسی وارد این نمیشه ارتباط اصلا فرهنگی هیچ چیزی دیگه وجود نداشته اینی که اسم قبایلم بنی قریزه بنی قینوها بنی مروان بنی اسد بنی هاشم همه فرزندان ای این مثل اینکه یک به مخروطی است که از یک پدر آمدن پیوندای خونی بنابراین به محضی که یک ازدواج صورت می گرفته، اینا دیگه می شدن فامیل یعنی اینا یک نوع به مناسبات فرهنگی قبیله‌ای قرون گذشته بوده که الان کاربرد نداره ازدواجایی هم بعضی وقتا مثلا جنگی بوده حالا پیامبر اسلام یا بعضی سرداران دیگه برای اینکه دیگه این جنبه خونی از بین بره یه ازدواجی انجام می شده حالا امروز فکر میکنن به عنوان سکس و نمیدونم روابط این چنینه ما تا نشناسیم یه فرهنگ قومی رو نمیتونیم به صلاح با دیدگاه های قرن بیس و یکم به یک پدیده مربوط به قرن پنجم ششم مثلا نگاه بکنیم باید ببینیم که اون موقع چگونه تلقی می شده اونجور روابط که آزاد بوده هر کسی که میخواسته ارتباطها ارتباط ها رو داشته اینی که پیوند رسمی صورت میگیره مثل اینکه مثلا پیامبر اسلام به ابو سفیان دشمن درجه یکشون خاصگاری میکنن از دختر او در اینکه در دشمن بوده و پیشنهاد میکنن میخوام بیام تو مکه یک هفته جشن بگیریم و سور بدیم یعنی چی؟ یعنی میخوام دو این دشمنی های ما بره کنار حتی ابو صوفیان نمیپذیره اون دخترم مسلمون شده بوده یعنی از این طریق میگن که ما چرا باید هزاران نفر از اون ور از ما کشته بشن بیا ما با هم فامیل بشیم از چه طریق یک پیوند خونی که اون موقع پاسخگو بوده امروز دیگه نیست اصلا معنی نداره پوچه بی تاثیر امروز نه تنها امروز شاید 100 سال بعدش هم دیگه نداشته این فقط تو عربستان مناسبات قبیله ای بوده امروز هم که میگین ارتباط از طریق فیسبوک اینترنت نمیدونم انواع راه های ارتباطی اگه اعراب با مردم اسرائیل اتفاقا ملت ها با هم چیزی ندارن من بارها دیدم که بین مسلمان ها و بین مردم اسرائیل در فیسبوک در نمیدونم توییتر در جای دیگه ارتباط هست سفرایی میکنن اینا میرن خونه اونا اونا میان اصلا میگه ما که با هم دعوا نداریم ما که با هم یکی هستیم اصلا این دعوا سر چیه چه دلیل داره که ما خونه هم دیگه رو بریزیم خب باید دید که در زمان ما چه تاکتیک هایی کار داره باید. اگر اینها روش کار بشه متناسب با بکترا مثلا فاکتور های موثر زمانه میشه امیدوار بود این جنگ ها فقط کینه و نفرت رو به وجود میاره اینی که اون طرف آرزو میکنن میرن تماشا میکنن که این بمباران ها چجور الان داره خونه ها رو رو هم میرزه این شعله آتش تا کجا بلند شده یک کینه دو طرفه به وجود میاره بله. هم اون طرف و هم در واقع از این طرف اینایی که جلو چشم خودشون دیدن بچه هاشون تیکه تیکه شدن من اکسایی واقعا اصلا تماشا نمیشه کرد پدری که دخترشو در آغوش گرفته نصف جمجمش نیست و پوک شده رفته مثل گردوی نصفه صورت همونه خب این پدر یا خوهر برادر که این داره این منظره تا آخر اون پراموش نمیشه این فقط تخم کینه کاشته میشه فقط نفرت و انزجار این جنگا به وجود میاد ولی به جای این اگر این مناسبات به صلاح فرهنگی فکری رفت آمدها باشه یواش یواش همه اینا میتونن تو اون سرزمین کنار هم زندگی بکنن بالاخره همه بندگان خدا هستن همه انسانن همه ب... نه اینا بخوا اونا رو بیرون بریزن نه اونا بخوا اینا رو بیرون بریزن دیگه یه واقعیت که اینطور شده دیگه نمیتونیم برگردیم به مرزهای صد سال پیش بگیم از اول همه دنیا اصلا به هم میخوره اگر این اصل باشه که ما یه روزی تو اینجا بودیم یا حالا هستیم یا حالا نیستیم با واقعیت موجود باید حقوق همدیگر رو رایت بکنیم ایجاد به تحصیلات برای کودکان یا دانشگاه برای اونایی که به مرحله میرسن که دبیرستان اینا هم در کشورهای همجوار و یا به اصطلاح اروپا تامین بشه برای بله. این افراد یعنی موقعی که اینا تونستن در اون جامعه خارج از خودشون درسته. یه مقدار بتونن رشد فکری داشته باشن یه مقدار این مسائل را حل میکنه یه دو سه جنریشن شاید بکشه یعنی همه اینا بستگی پیدا میکنه به اونایی که سر نخواد ازشونه. اونایی که دارن حکومت میکنن. یعنی مردم ملت ها با هم جنگی ندارن ملت ها راحت میتونن با هم کنار بیان قرن‌ها بوده که مسلمان‌ها و یهودی ها با هم در کنار هم زندگی میکردن اتفاق خود همین یوری ابنری این پیس اکتیویست اسرائیلی می‌نویسه خطاب به پاپ بنیدی که مواقعی که شما ما با مسیحی ها جنگ داشتیم شما ما رو میکشتیم پناهگاه ما فقط کشورهای اسلامی بود ما در آغوش اونها بودیم از مراکش گرفته تا عراق و تا کشورهای مثلا شرق اروپا اونا از ما پذیرایی میکردن میگه بهترین دوران ما موقعی بود که در اندلس اسلامی زندگی میکردیم ما در کنار هم بودیم تو ایران خودمون اصلا این بحث ها نبود این دعوه ها وجود نداشت تو همه محله ها ارمنی یهودی مسلمان در کنار هم زندگی میکردن ولی وقتی که یه دولتی هدفش این باشه که میخوایم همه زمین ها مال ما باشه اینا رو بریزیم بیرون یعنی با یه نگاه اینچنینی و اشغال بکنه یه جایی رو خب این چیزا رو به بار میاره یعنی به این تلاش دولت ها و قدرت ها که امروز دنیا رو گرفته متاسفانه باید ملت ها تلاش بکنن که تأثیر بذارن و دولت های خودشون که به سمت صلاح رعایت حقوق بشر دیگران برن و یه جامعه به طور نسبی سلحامیز رو پایگذاری بکنن خیلی مرچکه آقای بحث خوبی بود در این دو جلسه امیدواریم مورد توجه بینندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و امید داریم که این صلح در اون منطقه هر چه زودتر پیاده بشه و مردم زندگی اصطلاح عادی خودشون رو در پیش بگیرن خیلی انشالله. خواهش میکنم ممنون از شما و بینندگانی که تا این لحظه با ما بوده. خیلی متشکر. با امید دیدار شما خدا نگهدار. you